ایران ایران عزیز ما همونطور که میدونید در جنگ جهانی اول بیطرف بود با این حال جنگ و بیماری و قهدی یک چهارم جمعیت ایران رو قربانی کرد آمار قربانیان ایران در اون سالها به ویژه در آذربایجان از همه جا بدتر دلیل اصلی هم کشانده شدن جبهه جنگ جهانی اول توسط روسی و عثمانی به درون خاک ایران به درون منطقه آذربایجان کشتارها انجام شد کین توزیهایی هایی بود که هر گروهی از گروه دیگر میکرد سلام به همه دوستان عزیزم من صابر صادقی هستم و در این کانال یوتیوبی در مورد تاریخ معاصر ویدیوهایی درست می کنم اگر علاقه من هستید حتما سابسکرایب کنید لایک و کامنت های شما هم منجر به دی بیشتر دیده شدن این ویدیو خواهد شد قبل از شروع از شما می خوام که یک خواهشی بکنم این ویدیویی رو که دارید نگاه می کنید با نگاهی باز بدون موزه گیری نگاه کنید تاریخ ما مخصوصا تاریخ معاصر ما همه روایت قهرمانی افراد وطن پرست نیست وضعیت اقتصادی و اجتماعی گاه در تاریخ کشورها خب فضایی رو درست میکنه که متاسفانه بعضا هموطنان احساس در وطن بودن ندارند امروز مخصوصا بیشتر از همیشه این رو درک میکنیم آن نکته که میخوام خدمت شما بگم اینه که همه چیز رو واقعا نمیشه به دخالت خارجی ها نسبت داد که البته به جای خودش مهمه اما دوستانم اصالت دادن به نفوذ خارجی و تأثیری که روی تاریخ میگذاره نشان از بیمسئولیتی گوینده داره گوی ایرانیان مردمی هستند دست و بسته اسیر قدرت های بزرگ این آدم ها، اونایی که این ادعاها رو میکنن و اصالت رو به قدرت های خارجی و نفوذ قدرت های خارجی میدن منطق اجتماعی تاریخ رو نادیده میگیرند و همین دلیل که من در بررسی های تاریخی به جامعه شناسی تاریخی توجه دارم اگر در جایی دیده شد که قومیتی ملیتی تصمیم اشتباهی گرفت باید دید که چه روند تاریخی چه رویدادهایی چه ساختار اجتماعی اون قومیت رو اون فرد رو مثلا به این تصمیم اشتباه کشانده خارجی ها دوستانم نمیتونن جریانی درست کنن میتونن موت سواری کنن میتونن روی جریان ها سوار بشن هیچگاه خودشون نمیتونن یک جریان اصیلی درست کنن با این مقدمه بپردازیم به موضوعمون سال 1907 انقلاب مشروطه پیروز میشه سال 1917 جنگ جهانی اول پایان پیدا میکنه ده سال اینجا فاصل است در این ده سال اتفاقات زیادی در داخل ایران افتاده اتفاقات زیادی هم در منطقه ما افتاده در قفقاز در شمال غرب ایران در نزدیکی های مرزهای غربی دو تا از همسایه های ما عثمانی و روسیه وارد جنگ جهانی اول شدند در خلال این جنگ نیروهای عثمانی و روس به ایران هم وارد شدند چندین بار خوی سلماس ارومیه و تبریز رو بین همدیگه رد و بدل کردند یک بار تبریز رو هم گرفتند نیروهای عثمانی بعدش به دست خب نیروهای روس افتاد سلماس و خوی و ارومیه که دست به دست می انگلستان در اون دوره به سرکردگی یک ژنرالی به نام ژنرال دنسترویل با 1300 نیرو به شمال غربی ایران وارد میکنه در واقع سنده ها که نمیتونم بگم مجلس انگلستان تصویب کرد که این ژنرال با این نیروها وارد این تخصمات بین عثمانی و روسیه بشه وارد شمال غرب ایران بشه همزمان میبینیم که یک تفکرات ملیگرایانه افراطی هم بین ارامنه و آسوریان در مرزهای بیرون از مرزهای ایران در واقع در عثمانی در روسیه داره نزج میگیره ایجاد شده خب این تفکرات روی مردم ایران ارامنه و آسوریان ایران هم تاثیر داشته در واقع ایده این بوده که هر کدوم از این قومیت ها آسوریان و ارامنه که تاریخ مداومی در قفقاز و در منطقه غرب ایران داشتند تبدیل بشن به یک کشورهای مستقلی ارمنستان کبیر تشکیل بشه یک کشور مستقلی هم برای آسوریان تشکیل بشه در پایان این دهه ما نسل کشی ارمنی ها رو داریم دهه 1907 تا 1917 بعد از جنگ جهانی اول ما نسل کشی ها رو داریم نسل کشی های ارامنه و آسوریان رو در مرزهای ایران داریم در نزدیکی مرزهای ایران داریم نسل کشی هایی که توسط دولت عثمانی و زیر نظر انقلابیونی در عثمانی موسوم به ترک های جوان انجام گرفت به تعبیر امروز دوستان عزیزم میتونم بگم که جنایت های جنگی بود که یکی پست سر هم داشت انجام می گرفت. ارتش عثمانی با نسکوشی هاش ارتش روسیه با قهارت ها و ویرانگری هاش و ارتش انگلستان خب اون هم به چیبه دیگه جنایت جنگی انجام دادن در ایران در مورد قهدی بزرگ ایران که دولت انگلستان به توسط ارتش انگلستان در اون نقش بازی کرد قبلا ویدئویی رو درست کردم این بالا برای شما میگذارم حتما بعد از دیدن این ویدیو به اون هم سر بزنید گم نمیشه توی دیسکریپشن هم هست روسیه در جنگ جهانی اول دشمن عثمانی بود درگیری هایی بین این دو کشور عثمانی و روسیه در نزدیکی مرزهای ایران در غرب ایران در قفقاز در داخل مرزهای ایران در شهرهای خوی و سلماس و ارومیه انجام شده بود در این درگیری ها دوستانم روز ها ها رو متحد می دیدن ها هدفشون این بود که در منطقه وان دولتی تازه تأسیس کنم این همون منطقه که به ارمنستان غربی معروفه که به صورت سنتی ارامنه در اون زندگی میکردن در گذشته ها روسی هم که از این ایده حمایت میکرد تحت تاثیر این سیاست روسیه ارتش عثمانی هم دست به قتل عام هایی میزنه قتل عام از ارمنی ها از آسوری ها و اونها رو مجبور به کوچه اجباری میکنه همون کاری که همزمان در مورد یونانیان در مناطق غرب عثمانی هم داشت تکرار می شد به طبع این آزارهای دولت عثمانیه که جمعیت بزرگی از آسوری های نستوری به ایران و شهر ارومیه پناه میارن این شهر ارومیه به صورت تاریخی یک شهر با اهمیتی برای آسوری ها بوده البته میسیونر های مذهبی فرانسوی آمریکایی و خب روس و انگلیس در این منطقه حضور داشتند در این مهاجرت ها نقش داشتند در واقع دولت های انگلیس و فرانسه و روسی و حتی آمریکا که در اون زمان کشور تأثیرگذاری گذاری نبود از طریق همین میسیونرها اهداف سیاسی خودشون رو دنبال میکردن هدف تضعیف عثمانی بود بهانه حضور تبلیغ مذهبی و راهکارشون برای جمع نیرو تبلیغ تشکیل کشور مستقلی برای آسولی ها و ارامنه پولهایی هم به نام امور خیریه روانه شده بود که در واقع صرف تشکیل سپاهی برای آشوری ها شد حدود پنجاه هزار آسوری از استانهای شرقی و عثمانی به ایران پناه آوردند ایرانیان نه تنها مخالفتی نکردند در اون وضعیت بد اقتصادی در اون دوران قهدی ها و بیماری ها. بلکه برای پناه دادن به این جمعیت حتی اعانه ملی منتشر شد فدراسیون انقلابی ارمنی داشناک ها با رهبری ژنرالشون کسی به نام آندرانیک اوزانیان در این دوره خب به خوی حمله میکنند. هدفشون این بود که محور وان ایروان نخ جوان رو در دست بگیرند لشکر آشوریان هم خب تشکیل شده بود رهبری اون با کسی بود به نام جنرال پتروس آشوری توار بود در عثمانی به دنیا آمده بود حال در ایجاد این لشکر بسیار نقش داشته کامل شو بخوام خدمت شما بگم این واحد نظامی توسط مارشیمون بنیامین رهبر آشوری ها همین جنرال پتروس فرمانده نظامی آشوری ها در جنگ جهانی اول که مدتی هم کنسول عثمانی بوده در ارومیه به همراهی کسی به نام ویلیام امبروس شد میسیونر و کشیش پرتستان آمریکایی و یک میسیون دیگه ای یک میسیون روستباری به نام نیکیتین و فرانسوی ها میسیونر های فرانسوی دایر شده بود در آبان 1293 برابر با 1914 میلادی کردهای عثمانی ابتدا با تحریک دولت عثمانی به مرزهای ایران حمله میکنند براشونم بعد از حمله در اون دوران فرقی نمیکرد که شیعه بکشند، سنی بکشند، مسلمان بکشند، مسیحی بکشند همه رو غارت کردند، کشتارها انجام دادند البته قبل از اون خدمت شما ارز کنم که این روزها بودند که در مناطق کرد نشین عثمانی قتل هام های انجام داده بودند. اصلا روند اینطور بوده گویا اون زمان که ابتدا یک لشکری قارت میکنه کشدار میکنه لشکر متخاسم در ازای اون به جای اینکه حمله بکنه به اون لشکر اصلی به نیروهای نظامی یک مردم جای دیگه ای رو کشدار میکرده تقاس میگرفتن اینطوری از هم دیگه در دیماه ماه 1293 عثمانی ها تبریز و ارومیه رو اشغال می کنند. این همون سالیه که ایران بر اساس اون قرارداد ننگین بین روسیه و انگلستان به مناطق تحت نفوذ این دو کشور تقسیم شده بود. در بهمن 1293 برابر با 1914 میلادی روس ها در این کشمکش ها دست بالاتر رو پیدا می کنند و در نبرد معروف ساریق همیش در ترکیه امروز نزدیک مرز ارمنستان پیروز میشن تبریز تا قفقاز دوباره به اشغال روس ها در میاد توجه بفرمایید که دولت مرکزی ایران در اون زمان چنان ضعیف بوده که نتونست هیچ واکنشی نسبت به این اتفاقات نشون بده این روزها بودند که سپاه فرستادند و نیروهای عثمانی رو از ایران بیرون کردند برای اینکه شمه ای از وضعیت دیگر مناطق ایران هم برز شما برسونم در این دوران خدمتتون بگم که انگلیسی ها در جنوب بودند و بوشهر رو اشغال کرده بودند از طریق بوشهر وارد ایران شده بودند که با مقاومت ریسلی دلواری و یارانش مواجه میشن نیروهای روس هم به سمت تهران حرکت کرده بودند میخواستن تهران رو و تمام منطقه شمال ایران رو منطقه نیمه شمال ایران رو خب اشغال کنند کمیته دفاع ملی تشکیل شده بود که ابتدا در اصفهان تشکیل جلسه میداد بعد از یک سال در سال 1294 به کرمانشاه منتقل شد دورانی بود که تیفوس و وبا و مریضی و بیماری و قهدی امان مردم رو بریده بود ارتش عثمانی هم همزمان با تبریز و ارومیه کرمانشاه رو و همدان رو هم تصرف میکنه <متصفيق> خب به اینجا رسیدیم که روسیه دست بالاتر رو در جنگ ها پیدا کرده بود و خب منطقه قفاز و تبریز و ارومیه رو پس میگیره اما ناگهان در سال 1915 میلادی برابر 1294 شمسی روس ها ارومیه رو ترک میکنن با بیرون رفتن روس ها نیروی خونریز و ستمگر دیگه جایگزین میشه عثمانی ها به سرکردگی کردهای عثمانی لشکر از پی لشکر به ارومیه وارد میشن سی هزار لشکر عثمانی به سرکردگی نوری بیک و راقب بیک وارد شهر میشن قتل عامها در این دوره انجام شده نتیجه این که ده ها هزار آسوری در سرما از شهر اخراج میشن و بسیاری در راه تلف شدند. حدود سی و پنج هزار نفر هم از این آسوری ها در بیمارستان آمریکایی ها و یا پیش های فرانسوی پناه بردند اونجا پنهان شدن با وجود تجربه بد اشغال توسط روسیه و مشارکت کم و بیش آسوری ها اما هموطنان ما ایرانی ها بسیاری از اونها رو در خانه های خودشون پناه دادند دیگران هم که یا در راه تلف شدند یا در اثر تیفوس از بین رفتند آن سالهای پایانی جنگ جهانی اول سالهای قهدیه سالهای وبا و مریضی و تیفوس برای ایران بود قبلا در مورد قهدی بزرگ ایران صحبت کردیم که لینک اون رو این بالا برای شما میذارم در دیسکریپشن هم اومده در ادامه روند جنگ به گونه است که عثمانی ها خب جپه پشت جبهه از روس ها شکست میخورن اول شکست در جبهه قفقازه نبرد معروف باکو و سپس نبرد دیلمغان در محل امروزی سلماس که در اون ده گردان روس و فدایان ارمنی در مقابل دوازده گردان عثمانی به فرماندهی خلیل پاشا قرار می گیرند. در این نبرد هم ها با همراهی ارمنی ها و آسوری ها عثمانی رو شکست میدند و ارومی رو اشغال میکنند این مرتبه آسوری ها ارمنی ها و اهالی ارومی همون می که پیشتر خب عثمانی ها با اونها کرده بودند. کینه پشت کینه. آسوری های ایران پیش از دخالت خارجی تا اون زمان به آسودگی ارز کنم خدمت دوستانم که در روستاهای اطراف ارومیه زندگی میکردن ارتباطشون با مسلمانان خوب بود البته توجه داشته باشید که بیشتر اینهایی که کینجویی کردند قتل کردند جزو اون پنجاه هزار آسوری بومی ایران نبودند بلکه بخش اعظم آسوری های جلو بودند که گفتم از منطقه جنوب وان از عثمانی فرار کرده بودند در اینجا باید به نقش منفی میسیونرهای فرانسوی و آمریکایی مخصوصا روس اشاره کنم که با تبلیغ بد تبلیغ بد مذهبی اندیشه های نشاط پرستانه اندیشه های ضد ایرانی اندیشه های ضد مسلمان رو بین آسوریان پخش میکردند اینجا حادثه ای روی میده که به نظرم لطف یزدان بوده به ایران مشروطه پیروزی انقلاب کبیر روسیه و بازگشت نیروهای روس به سرزمینشون روسیه تزاری مرد بیمار اروپا بود پشتیبان استبداد در ایران بوده که با عوامل خودش هر وقت خواسته هر دخالتی در کشور ما کرده در بهار 1917 برابر با 1296 شمسی ما از شر این همسایه دردسرساز ساز شمالی خلاص شدیم گرچه روزها به اسم شوروی این بار با ایده های دهان پرکن سوسیالیسم جهانی چند سال بعدتر در زمان جنگ جهانی دوم دو دوباره به بازی قدرت در ایران برمیگردند پس از انقلاب اکتبر سربازان روس خب یه سریشون از ایران میرند و اونهایی که در ایران میمونند خب از فرماندهان خودشون دیگه اطاعت نمی کردند. شروع به قارت کردند بازارها رو قارت می کردند. حتی بازار عرومیه رو پس از قارت آتش زدند سه نفر رو هم اونجا کشتند فقط هم ارومیه نبود نیروهای روس باقی مانده در ایران همدان و سنندج رو هم قارت میکردن. آسوریان جیلو هم که به طریق دیگهی در دهات کشتار رو قارت میکردن. حتی کودکان شیرخار رو میکشتن. دوستانم این رو به آسوری ها رب ندید. من شاید بهتر باشه به جای آسوری ها بگم اولی جیلو. هدف اونها هم از این کشتارها ایجاد کشور آشوری بوده در این منطقه. به شیوه عثمانی در واقع عمل میکردند. در این مناطق کشتار میکردند اهالی بومی رو به جاهای دیگه میفرستادند منطقه رو از اهالی بومی خالی میکردند و افراد خودشون رو جایگزین میکردند این همون معاملهایه که عثمانی ها با ارمنیها در منطقه وان انجام دادند مارشیمون بنیامین رهبر آشوری هاست شخصیت میان روی بوده با قولهای مساعدی که بهش داده شده بود بابت ایجاد کشور آشور کشوری برای آشوری ها میره تا در سلماس با کسی به نام سمیتقو دیدار کنه هدف هم داستان کردن همین سمکو یا سمیتقوست با اهداف مثلا تشکیل کشور آشوریا و ارامنه چرا که وقتی که خب ها از منطقه خارج شدند اونها برای رویارویی با عثمانی نیاز به یک متحدی دارند قبلا درگیری هایی بین این اسماعیل آقا و شکاک معروف به سمکو یا سمیتقو با عثمانی ها روی داده بود یک شخصیت یاقی بوده که قدرت منطقی به شمار می رفت کسیه که به غلط برخی او رو آزادی طلب کرد می دونند. در واقع باجگیر بوده قتل ها از مردم سلماس و ارومیه کرده همین آقای سمکو یا سمیتقو مردم دهستان لکستان رو در اطراف سلماس رو هم قارت کرده کشتار کرده بعدا حتما ویدئویی در مورد این ابراهیم آقا شکاک معروف به سمیتکو یا سمکو درست خواهم کرد به هر حال مارشیمون با 150 نفر از نیروهای خودش با سمکو دیدار میکنه اما اینجا حادثه عجیبی روی میده سمیتکو پس از ملاقات همه اونها رو قتل عام میکنه از دو منظر این کشتار رو میشه بررسی کرد یکی از جهت خواست سمتقو برای استحکام ارتباط خودش با عثمانی ها و دیگری از بابت حراسی که نسبت به گردنکشی و تجاوز روزها داشت مسیحیان ایران آشوری ها ارامنه متحد و پیشقراول روسیه فرض می شدند سمتقو هم که خودش می خواست این مناطق رو خوی و سلماس و ارومیه رو تحت تصرف خودش داشته باشه از این منظر مسیحیان در واقع رقیب و دشمن سمکو یا سیمیتکو به شمار می رفتند. بعد از انقلاب اکتبر روسیه خب نیرای روس که متحد آسوری ها و ارمنیها ها بودند از منطقه خارج می شن. اما این باعث نمی شه که اون خواست ایجاد کشوری برای ارمنیها ها و ایجاد کشوری برای آسوری ها به مهاق بره. در واقع همطور که عرض کردم قبلا خدمت شما این انگلستان هم با آسوریان قول مساعدی برای تشکیل کشور داده شده بود یک مانیفستی امضا میشه در این دوره در ارومیه مانیفستی به نام یکی سازی و اتحاد آشوریه آزاد ارومیه بیانیه که کمی بعد از انقلاب اکتبر در ارومیه و توسط یک نویسنده ملیگرای آشوری فریدون بیت ابراهیم آتورایا نوشته شده بیانیه متأثر از ایدولوژی مارکسیسم که به ایجاد کشور مستقل آشوری ها تاکید میکنه به زبان سریانی هم نوشته شده بعد از کشته شدن مارشیمون توسط سمکو وارد نظامی آشوریان به فرماندهی مستر شده آمریکایی خب وارد جنگ کاملی میشه قتل عامی از مردم ارومی انجام میده که در اون قزاق‌های روس هم چراغ سبز به سپاه آسوری و مسیحی دادن ده هزار نفر در اون واقع از اهالی ارومیه کشته شدن کشتارهای بزرگتری هم در دهات روی میده حالا اینکه قتل عام رهبر آشوریان ایران توسط سمکو چه ربطی به مردم ارومیه داره من نمیدونم دوستانم بعضی آدم ها فقط از دور آدمن بعد از این حادثه سمکو از عثمانی دعوت میکنه که برای جنگ علیه مسیحیان وارد مرزهای ایران بشه به این ترتیب یک بار دیگه در اردیبهشت 1297 سپاه عثمانی وارد خوی و سلماس میشه در کریم با سپاه ۱ هزار نفری مسیحیان به فرماندهی ژنرال آندرانیک اوزانیان درگیر میشه در این جنگ عثمانی ها خب پیروز میشن و سیاه عقب نشینی میکنن به این ترتیب یک بار دیگه آذربایجان به اشغال نیروهای عثمانی در میاد خودتون الان دیگه میدونید این به چه معنیه آشوری ها و ارمنیها ها از ارومیه و از مناطق دیگه کوچ داده میشن همون روشی که خب عثمانی بارها و بارها انجام داده در این دوره قتل عام های عثمانی ها انجام میشه مسیحیان ضعیفی که تا اون زمان نتونسته بودند از شهر فرار کنند به دست عثمانی ها کشته میشن روستای آسوری نشین گلپاشان در سال 1297 شمسی برابر 1918 کلا ویران میشه ارز کنم که این شهر آسوری نشین گلپاشان دهات بوده در واقع یا دهستان در اون زمان برحال یکی از آبادترین مناطق دشت ارومیه بوده قتل عام این دوره به جز جنبه مذهبی سویه نجات پرستانه هم داشته چرا که جنبش ترکان جوان قدرت گرفته بود و با ایجاد حزب اتحاد و ترقی میخواستن یک سیستم ترک محور رو در اون منطقه ایجاد کنن میدونیم که در نهایت این ایده موجب تولد کشور ترکیه شد نکته افتخارآمیز اما اینکه ایرانی ها اهم از مسلمان یا مسیحی از هم در این کشدارهایی که انجام شد در این قتل و غارت که انجام شد حمایت میکردن آسوری ها ارمنی ها در خانه مسلمانان پناه میگرفتند سپاهیان عثمانی مجبور بودند به دنبال آسوری ها مخصوصا خانه به خانه بگردند در اطراف سلماس 750 نفر از آسوری ها در خانه مسلمانان پناه گرفته بودند در عوض عثمانی ها از مسلمان غیر مسلمان هر جا تونستن قتل عام کردند کسروی تعداد کشته شدگان مسلمان رو 130 هزار نفر برآورد میکنه و کشتگان مسیحی رو انبوه ذکر میکنه حتی نماینده پاپ کسی معروف به موسیو سنتاق که نام اصلیش اینه جیاکومو امیلیو سونتاگ کسی بوده که واقعا با مردم خوشرفتاری میکرد او هم به دست عثمانی ها کشته شد و در واقع تکه تکه شد کسی بود که در دوران چیرگی جیلوها آسوریان جیلو اونها رو خب نقد میکرد اونها رو نکوهش میکرد به مردم کمک میکرد مردم ارومی هم از عثمانی ها بسیار درخواست کردند که از خونه او بگذرند اما بیفایده بود چند ماه بعد در مهر 1297 بلغارستان از جنگ جهانی کنار گیری میکنه ارتباط عثمانی و امپراتوری اتریش مجار و آلمان قطع میشه عثمانی قرارداد ترک مخاسمه مدرس رو امضا میکنه قرارداد صلحی که بنابراون عثمانی میبایست شمال غرب ایران و قفقاز رو هم ترک کنه. کابینه تلعت پاشا در استانبول استعفا میده. جورج کرزن، همون لورد کرزن معروف وزیر امور خارج انگلستان طی یاد داشتی از راه حل خودش برای ترک مخاسمه پرده بر میداره که در اون از حق تعیین سرنوشت برای عرب، ارمنیان و نژادها و قومیت های امپراتوری عثمانی سخن گفته شده بود این قرارداد ابتدای تجزیه این امپراتوری شکست خورده است استانبول به تصرف نیروهای بریتانیایی و فرانسوی در میاد قبایل عرب علیه سلطان عثمانی شورش می کنند انگلستان هم به اونها وعده کشورهای مستقلی رو داده بود مقاومت مردم بر علیه متفقین تنها در شهرهای ترک نشین ادامه پیدا میکنه که همین مقاومت ها هم منجر به جنگ استقلال ترکیه میشه به این ترتیب نه کشور ارمنستان تشکیل میشه و نه آشوریه دوستان عزیزم این بود ویدیو امروز ما حرف من اینه که یک روز در میون یک ویدیو برای شما درست کنم بعضا مثل این دفعه پیش میاد که کار تحقیق و ساخت ویدیو کمی طول بکشه این رو باید بر من ببخشید یک نفر هستم و تحقیق و نوشتن و اجرا و ادیت ویدیو کار ساده ای نیست. لطف میفرمایید اگر از من حمایت کنید با لایک ها و کامنت هاتون. این پایینم دو ویدیو در مورد ایرانی های ارمنی و ایرانی های آشوری آمده. اگر علاقه من بودید این دو رو هم نگاه کنید. زیاد ارزی نیست تا دفعه بعد در پناه خرد مواظب خودتون Baş